سلام، درس 17 رو با هم شروع می‌کنیم که درس لغات هست. Vocabulary geographical features یعنی چی؟ در واقع در رابطه با جغرافیا است. قسمت‌های مختلفی که شما می‌تونید در طبیعت ببینید. شروع کنیم با این بخش از سمت چپ، بزرگش کنیم. Ocean به معنی اقیانوس هست. تصویر هم مشخصه. بعد سی رو داریم. سی به معنی دریا. کوست به معنی ساحله. خب ببینید، ما در انگلیسی کلمات زیادی داریم که معنی ساحل میدن، ولی ما باید اینو درک بکنیم که تفاوت چیه. کوست به معنی خط ساحلیه دقیقا. بیچ اما به این قسمتی که مردم معمولا میرن میشینن میگن، این قسمت ساحل. آیلند این اس خونده نمیشه، نمیگیم ایسلند یا آیسلند. آیلند جزیره. کلیف به این صخره های بلند اطراف دریا میگه. راکس یا راک حالت مفردش، اینم به صخره، به این جور سنگ هایی که معمولا شما اطراف ساحل میبینید میگه، یا مثلا توی دشت و این چیزا هم هست. کیو به معنی غار هست. waterfall یا waterfall، اون شکلی که امریکایی ها میگه. waterfall به معنی آبشار هست. waterfall ریختن، افتادن، آبریز در واقع انگلیسی ها به این حالت میگه. Countryside هومه شهره. اما ما تو فارسی معمولا دو جور هومه شهر استفاده میکنیم. یه وقتی هست که یه منطقه به نسبت ضعیفتری از شهر هست به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، به اونجا میگیم هومه شهر. یه وقتی هم یه هومه شهر خوشاب و هوا داریم. این countryside منظور اون قسمت خوشاب و هواست، اونجایی که مردم میرن برای تفریح و گشت و گذار و پیکنیک و اینا. countryside به اون حالت میگه. Field مزرعه است، زمینی که کشت میکنن داخلش، همونطور که در تصویرم میبینید اینجا. Hill به معنی تپه یا ماهور هست، همونطور که در تصویر میبینید به این میگیم تپه که از کوه ارتفاع کمتری داره. Mountain اگر نمیتونید این شکلی تلفظ کنید، چون اون تی حالت تو دماغی داره، mountain همون تش رو میتونید بگید mountain، ولی تینش نگید، mountain نیست، mountain یا mountain به این حالت میتونید بگید، اشاره به کوه داره. valley دره هست، همونطور که میبینید. canyon هم یه جور دره است، ولی خب میبینید تفاوتش رو دیگه، ما به اینم میگیم دره، ولی این کنیون مقدار متفاوته. نمیدونم که در فارسی ما به یک چنین پدیده جغرافیایی چه عبارت خاصی میگیم. اگر شما میدونید اینو برای من کامنت کنید که ما در فارسی به کنیون چی میگیم. بعدی سند دیون و یا سند جیون، ممکنه در انگلیسی بریتیش صدای جی هم ازش بشنوید. به طور کلی جیون به یه حالت تپه مانندی که از شن تشکیل شده میگن. اینی هم که میبینید تپه های شنی هستن دیگه که در صحراها معمولا به چشم میخورن. بریم این طرف. Stream در واقع یک رودخانه هست. البته ببینید river هم رودخانه است، ولی تفاوت اینها رو احتمالا متوجه میشید. این یک رود هست، این در واقع نهره، یه مقدار کوچکتر stream از رودخانه‌ای که میبینیم river. Pond به یک فضایی که آب توش جمع شده به این شکل، برکه ماننده. Lake اما بزرگتر، دریاچه است. Lake این قسمت باز میبینید کلماتی که اکثرا ما در فارسی یه جور میگیم اما توی انگلیسی متفاوتن، هرچند که ما در فارسی هم عبارت‌های مختلف براش داریم، ولی ترجیح میدیم که همه رو با یک کلمه بگیم. Woods
که ببینید شبیه به جنگل به نظر میاد، در واقع بیشه هست، بیشه‌زاره، یک جایی که پر از درخته، معمولا تنوع گیاهیش خیلی کمتر از جنگله و وسعتش هم کوچکتره. Woods، Jungle، Jungle همون که می‌بینی جنگله. Rainforest، Rainforest جنگل‌های در واقع بارانی یا جنگل‌های استوایی هستند، جایی که هر جایی در دنیا رینفورست نداره، مناطق گرم و استوایی با باران‌های خیلی زیادی که میاد یک همچین جنگلی شکل میگیره که به این میگیم رینفورست. سوامپ، سوامپ که همونطور که میبینید تالاب هست، اینا مثلا گل نیلوفری هستند که اینجا کشیده. دزرت، دزرت، دزرت صحرا، بیابان هست. مورد بعدی اویسس، اویسس اشاره به آبادی داره، معمولا منطقه است در دل کویر یا در جایی که خیلی سرسبز بیاب و علفه، یه منطقه‌ای که آب داره و حول اونجایی که آبادی شکل گرفته رو بهش میگن اویسس. بعدی ولکینو، ولکینو آتشفشان. پولر ریجن، پولر ریجن، پولر ریجن به منطقه قطبی میگن، حالا میتونه در هر جای قطب چه شمال چه جنوبی همچین حالتی باشه. گلیسیر، گلیسیر به یخچال میگن، یخچال های طبیعی رو به اسم گلیسیر میشناسیم. و آیسبرگ کوه یخ هست، آیسبرگ کوه یخ که معمولا خب در نقاط قطبی اینها هستن. این از کلمات مرتبط با درس 17 بود. فراموش نکنید که این نقطه چینایی که این زیر گذاشته برای اینکه شما باهاش مثال بنویسید، این تمرین رو انجام بدید، بعد از درک درس حتما صفحه 56 به 57 کتاب تمرین رو هم بررسی بکنید و این علامت گذاری ها رو انجام بدید. سوالی اگر براتون باقی مون حتما مطرح کنید. تا جلسه بعد.